با نام عید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز. برنامه همسفر همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه‌های دیدن کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان تهران، شهرستان پیشوا هستش و ما جاذبه‌های دیدنی و تاریخی و گردشگری و مذهبی اون رو با همدیگه مرور میکنیم تا انشالله مقصد سفر شما عزیزان بیننده بشه در دوران سلامت، وقتی که به هر حال همه شرایط مهیا باشه برای سفر، پیشوا رو هم انتخاب کنید و به این سرزمین سفر کنید و جاذبه‌های دیدنی و تاریخی و گردشگریشو از نزدیک تماشا بکنید. ما الان فضایی که داریم کوچه باغ هستش. ما فضاهای کوچه باغی رو کمتر در شهرهای مرکزی به خصوص میتونیم ببینیم. الان با وجود جمعیت و ترافیک و رفت آمدهایی که هستش، معمولا سرسبزی رو کمتر میبینیم، ولی همین قسمت از دیوار کاهگلی که کنار من هست خودش زندگی رو نشون میده، اثری که از سالهای خیلی قبل به یادگار مونده. خود این دیوار تاریخ کهن این سرزمین رو نشون میده، مردمان قدیمی که با کمترین مساله تونستن معماری غنی رو ایجاد بکنن. همین دیوار رو که به دیوار گبری هم یه جورای معروف هست، یا کاه گلی که پوششی از گل رو داره و کاه گل و ساختش هم بسیار سخت بوده، این دیوار به هر حال شکل گرفته. کوچه باغ‌ها با این دیوارهای باریک ساخته می‌شدن و حریم باغ‌ها مشخص می‌شدن. در شهرستان پیشوا من خیلی کم اینها رو دیدم و جایی هم که دیدم متاسفانه دیدم تخریب شده یا اینکه یه قسمتی از اون باقی مونده. چقدر خوبه اگه جایی دیدیم که چنین تاریخی هست اون رو احیا بکنیم، مرمت کنیم و به همون دورانش برگردونیم. هر چی سرسبزی باشه، هر چی زیبایی باشه، قاعدتا انسان به اون فضا بیشتر کشیده میشه. خب شغل عمده مردم پیشوا کشاورزی و دامپروری هستش. وقتی صحبت از کشاورزی میشه باید یاد باغ و سبزی و زراعت بیافتیم. هرچند باغ در این شهرستان کم رنگه و بیشتر زراعتشون به صورت گلخونه‌ای هست و پوشش زراعی که به هر حال میتونیم ببینیم. ما رو همراهی کنید با زیبایی های پیشوا و آشنا شدن با این جاذبه های دیدنی در برنامه همسفر. همراه امروز ما در برنامه همسفر باشید. سلام به بینندگان عزیز برنامه همسفر. سلمانی هستم، مربی آموزشی این مرکز. ما در اینجا فرش و گلیم آموزش میدیم، طرح‌های سنتی منطقه رو احیا کردیم. فرش‌هایی رو که آموزش میدیم در طرح‌های رنگ‌های متنوعی هست، فرش‌های مثل طرح زل و سلطان، میناخانی، پاشوتوری از فرش‌های سنتی این منطقه هستش که طراحان خود این منطقه طراحی میکنن. رنگ رزی در همینجا انجام میشه و مواد اولی که شامل پشم و خامه های رنگی هست از گوسفندهای این منطقه، یعنی بخش دامداری، تهیه میشه. برای بافت گلیم هم به همین ترتیب کارهای گلیم بافی رو داریم که باز خاصه همین منطقه هستش. در قدیم رونق بسیاری داشته این طرح‌ها، یه مدت به زمانی ازشون غافل شده بودن و دیگه به فراموشی سپرده شده بود. با حمایت از قشر با قالی باف و فرش باف این طرح‌ها دوباره احیا و شروع به باف شده و طرفدار بازار هم داره. مواد اولیه رو که توی اینجا تهیه میکنیم شامل خامه های رنگی، با رد شماره 40
که خاص خود منطقه شهرستان و این منطقه هستش بافته میشه. اختلافی که با تفاوتی که با سایر فرش‌های دیگه میتونه داشته باشه فرش‌های این منطقه، یکی رد شمارش، رنگ‌هایی که در زمینه‌های قرمز، کرم، سرمه‌ای بافته میشه رو توی اینجا ما داریم. این مشخصه فرش این شهرستان هست. به نام خدا، با سلام خدمت بینندگان برنامه همسفر. کردی هستم از آموزشگاه اطلس فرش شهرستان پیشوا. به مدت 10 سال هستش که در این مکان به فعالیت فرش دستباف مشغول هستیم و تولید انواع فرش و تابلو فرش دستباف رو در این مکان داریم. شما مدرک تحصیلیتون تو همین زمینه بوده؟ بله، من کاردانی فرش دارم و یه سری مدارک فنی حرفه‌ای مرتبط. بعد فرشایی که میبافین تو چه سایزایی هستش؟ ما از تابلو فرش داریم تا فرشهای زرنیم، سمتری به بالا. زرنیم یعنی چی؟ زرنیم یک واحد اندازه‌گیری فرش هستش که در آذربایجان و فرش ترکی یک متر و یک در یک و نیم متر. یه سری قاب‌هایی هستش که شما فرش رو داخل اون قرار دادین. فرش گلیم جاجیم چیه؟ خب با توجه به اینکه ما باید کارمون آپدیت باشه در زمان‌های مختلف که هستیم، اومدیم یک سری گلیم‌ها رو تولید کردیم. گلیم‌های ورنی هستن اسم این گلیم‌ها که اومدیم اینا رو داخل قاب قرار دادیم که بتونیم مشتری پسندتر باشه، در واقع ارائه بهتری داشته باشه. درسته. فرش ورامینی یا پیشوایی با فرش کاشان، یزد، کرمان چه فرقی داره؟ فرش ورامین باف اولا و فرشی که در پیشوا داره تولید میشه که میناخانی هستش، ما نقشه های میناخانی داریم، نقشه های گلدونی که ظل سلطان هم گفته میشه، نقشه های افشار داریم و نقشه های شاه عباسی بندی که خب طرفداران زیادی داره. تفاوت این فرش ها با فرش های کاشان در این هستش که ما با توجه به نوع گره‌ای که در این فرش ها زده میشه، تفاوتش با فرش های کاشان، نوع گره ترکی هستش که بهترین نوع و ممتازترین نوع گره در این فرش ها به کار میره و ریز باف بودنش هستش. رد شمارهای 40 به بالا هستن، یعنی ما فرش ورامین رو کمتر میبینیم که 40 رج به پایین بافته بشه و مصالح به کار رفته در این فرش ها و نوع پودگذاری که در این فرش ها هستش این فرش رو متمایز کرده از فرش های سایر نقاط ایران. فرشی که میبافین کرک، ابریشم یا پشم هست؟ فرش های بافته شده در این شهرستان بیشتر فرش های کرک و پشم هستش، با چله پنبه طرفداران زیادی داره. یه تخت فرش پشت سرتونه، گفتین یادگاری از مادرتونه، درسته؟ بعد در موردش توضیح میدین؟ این فرش فرشی هستش که فرش میناخانی هستش که مادرم خدا بیامرز اینو بافته و ما هم در کنار ایشون فرش روی این فرش ما بافت رو یاد گرفتیم و به قول معروف چاله پر میکردیم در کنار ایشون. خدا رحمتشون کنه، یادگاری از ایشون هستش که الان در اختیار من هست. سلام به بینندگان عزیز، خانم شاسمن هستم، بافنده قالی ورامین. بله. چند سال قالی میبافین خانم شاسمن؟ 34 سال. 34 سال. تو این 34 سال چند تا قالی بافتین؟ تقریبا بافتم 37-8 تا بافتم. 37-8 تا قالی بافتم، همشم 6 متر و 3 متر بافتم. بله. این قالی که الان میبافین چه طرحی هستش؟ گلدونی، نقشه ورامین. این گلدونی هستش. بله. نقشه پیشوا و ورامین یکیه دیگه، درسته؟ بله. بله.
بعد رنگی که استفاده میکنی چه رنگ هایی هست؟ چند نوع رنگ داره اینجا؟ سبز هست، آبی، سیر هست، دارچینی هست، صورتی خانم رنگی هست، صورتی چیز مصری هم هست. خانم رنگی یعنی چی؟ این صورتی بشه. آه اون صورتی چیزا بشه خانم رنگی. بله. شمالی. بله. بعد قهوه‌ای رو دارم می‌بینم. آره. سفید زمینشه. درسته، قهوه‌ای پررنگ. اینا همه رنگای پررنگ و کم رنگ هم داره. آره. بعد این قالی که داریم می‌بافین ریز باف یا درشت باف؟ ریز باف. ریز باف. شما شاگردم دارین؟ الان که من نقدن نه، میگم که تا می‌بافتم با دخترم می‌بافتم. با دخترت می‌بافتین؟ آره، شاگردم دخترم بود. آره. تو همون دخترتون شاگرداتونم بود. بله. نقشه خونی هم بلدین؟ بله. نقشه خونه چجوری میخونه میتونی بهم بگین؟ من همینه نگاه میکنم نقشه خودم، به بی سوادی دارم قالی میرفتم، من سواد ندارم. آه خب، از کجا یاد گرفتی نقشه خونه؟ از نظر اوستا میکنم دیگه، نظر بافی. آها، نه نگاه میکنی؟ بله. بعد میشمرین خونه ها؟ آره، شماره رو خودم سرم میشه. آه، شماره رو بلدین؟ بله. آره. بعد رنگا رو یکی یکی بعد میبافین؟ بله. گره میزنین؟ خودم رنگ بندیشه، زمینه‌شه، همه چیزش توضیح خودم میدم. یک اون شخصی هم که من مسئله‌شه میده میگه فلان کن، من نگم میگم من خودم به احتیاج به کسی ندارم. بعد رج چی؟ به چی میگن رج؟ یه رج چیه؟ رج رگ قالیه که میبافی، این لوفایه. آهان، اینطوری که به سمت بالا میره یه رجه؟ آره، آره. خب پود باید بدی، بعد اوستا کنی، بعد بشینی بافیش. آهان، اوستا کنی یعنی این که شماره هاش بشموری. آه خب، همون نقشه خونی بله، میشه. بله، نقشه خونی ها رو بکنی. بهش میگه اوستا. بله. درسته؟ خیلی هم خوبه. همچنان همراه ما هستین در ایرانگردی و سفر به شهرستان پیشوا. تو این قسمت از برنامه میخواییم غذاهای محلی و خوشمزه شهرستان پیشوا رو بهتون معرفی کنیم و نون خوشمزهی که مادر زحمتش کشیدن و برای ما پختن به همین روش روی ساج که خیلی هم خوبه. البته غذاهای شهرستان پیشوا زیاد هستن، ولی به هر حال خانم تاجی که از بیننده های پراپاقرص برنامه همسفرم هستن به ما پیشنهاد دادن که یک نمونه از این غذا رو سریع آماده بکنم، اون تصویرش رو بگیریم و به هر حال تقدیمتون کنیم. خانم تاجی خوبین؟ سلامت بشی، خیلی ممنون. گفتیم برنامه همسفر رو زیاد دیدین، درسته؟ بله بله، من زیاد میبینم این برنامه رو. خب انتقادی، یکی پیشنهادی؟ یکی از مشتریان پراپاقرص این برنامه هم هستم، هم خودم هم آقامون برنامه مستند زیاد میبینی. زنده باشین، دست شما درد نکنه. ممنون که میبینین. خیلی تصادفی ما داشتیم یه جایی تصویر برداری میکردیم، ایشون اومدن پیش ما گفتن برنامه همسفر رو دیدن و به هر حال ما پیشنهاد دادیم اگه میشه تو برنامه ما به هر حال حضور داشته باشن و به هر حال برام بگن از غذاهای محلی شهر پیشوا. خب چی قراره برای ما آماده کنی خانم تاجی؟ من امروز قراره با اجازهتون دمی بادمجون درست کنم. دمی بادمجون؟ بله. با چی درست میشه؟ برام میگین مواد اولیه‌اش چیه؟ برنج تارم درجه یک که مال شمال خودمونه، بادمجون درجه یک که مال شهرستان ورامین و پیشوا و دیگه سناردک خودمونه، دیگه عرضم به حضور شما گوجهش هم که همینطور برای ورامین و پیشوا و سناردک خودمونه، طالبی هم که هست. اینم و... مال پیشواست. بله دیگه. بله حتما. پیازم که مال دمی بادمجون میخوام بدیم. بله پیازم داره. بله. آقای تاجیکی خیلی پیازم میکارن، خیلی ها همینجوری برای تو باقای خودشون میکارن، سلیقه‌ایه دیگه. دارست. ولی محصولات اصلیش طالبی، خیار، بادمجون، گوجه، کلا سیفیجاته. بسیار عالی. بعد... پس دمی بادمجون یکی از غذاهای محلی خیلی پخته میشه یا نه یا کم؟ چجوریه؟
باید با عشق درست کنی هر غذا رو که خوب بشه. اگه بدترین غذا رو هم بخوای درست کنی یا بهترین غذا که مثلا بعضیا چلو کباب بهترین غذا میدونن یا چلو گوشت یا چلو مرغ و اینا رو بهترین غذا میدونن، بخوایم بدون عشق درست کنیم اصلا خوب نمیشه. ولی کوچکترین غذا رو با عشق که درست کنی هر کس بخوره میگه چقدر خوشمزه شده. بله، دمی بادمجون. چرا بهش میگی دمی بادمجون؟ یعنی دم میکنید بادمجون رو؟ نه دیگه، مثل دمی گوجه است، بادمجون هم بهش اضافه میکنی میشه دمی بادمجون. خب میدونم آخه برنج باید دم بکشه دیگه، اینم باید دم بکشه. بله حتما باید دم بکشه. بله. آره. اینم سماور آتیشی هستش. بله. چای آتیشی رو آماده کردن. بله بله، هنوز جوش نیومده ها. بله. آیت آجی؟ نه جوش اومده، آتیش شکم. همیشه آتیش به پا می‌کنی؟ آره جوش اومده، آتیش شکم کردیم، چایش دم کردم که جوش نخوره. آره خب باشه. الان جوشه. بله اگه بخیر. یه چای برای من بریزین دیگه. حتما. مادر شما هم که داشتین نون می‌پختین. بله. چند بار تا حالا اصلا نون پختن از کی یاد گرفتین؟ من از مادرم خود بیامرز یاد گرفتم. مادرت تنور بود، تو تنور میپختیم. الان دیگه تنورا جمع شده، برای که دوست داریم یه موقع دوره هم باشیم و دوست داریم تفریحی داشته باشیم، نونم خودمون روساج میپزیم. احسن. نوتون هستن؟ آره دیدم از حال دارم کمکتون میکنم. بله ما خودمون هم همینجور از اول هم کار میکردیم، کمک بزرگتره. بله احسن. خیلی هم خوبه، دست شما درد نکنه. منم اینو بذارم جلوی مادر. یه دونه دارم. آها خوب. پسری به خاطر اینم همیشه با خودم هر کجا برم میبرم. آها یکی یه دونه است. فعلا یکی یه دونه است، برای همین دیگه عزیز کرده و همه جا دنبالتون و 5 6 تا پسر ان با یه دونه. 5 6 تا بین 5 6 تا پسر یه دونه. احسن. خدا حفظش کنه، خدا به نواهاتون هم حفظ کنه، دست شما درد نکنه. بله پس ایشون هم پخت نون رو از مادرشون یاد گرفتن، مثل الان که به نواشون دارن یاد میدن، چونه رو آماده کردن و وردنه و بعد نون رو آماده کردن و این نون خوشمزهی که به هر حال با ساج پخته شده. نونی که با ساج پخته میشه همون صفحه آهنی هستش که بهش ساج میگن، یه روغنی رو اولش به کم به ساج مالن که خمیر بهش چسبیده نشه. بعد هم که دیگه آرد و در واقع خمیر کردن، خمیر رو چونه میگیرن و بعد از اون که چونه گرفتن اون رو روی ساج میذارن، چند دقیقه بعد اون رو بر میگردونن که به هر حال یه طرفش پخته میشه، طرف بعدی هم پخته بشه و نون خوشمزه به دست بیاد. شما پخته نون رو بلدین؟ بله من از مادر خانم پسرم یاد گرفتم. آه اینشون مادر خانم پسرتون بله، هستن؟ بله ما حساب مادر شوهر و مادر خانمی نیسته، ما خواهریم مثلا با هم. بسیار ما هم دیگرم خیلی دوست داریم. خیلی هم خوبه. برای همسرتون هم چایی که ریختیم، برای خودتون فقط نریختیم. خیلی هوای همو دارن و تاج سرمونه. سلامت باشین، ان شاء الله سایه‌شون بالا سرتون باشه. شما همینطور. چند تا فرزند دارین؟ من دو تا پسر دارم کوچیک شما هستن. زنده باشن. دو تا ازدواج کردن؟ بله علی آقا که داماد ایشون هستن. آها خب. آقا محسن هم که فعلا حالا نزدیک دیگه، ان شاء الله به امید خدا. امید به خدا ان شاء الله. بعد من میبینم توی این باغ دارین به هر حال این در چی میگن زندگی رو دارین، تجربه میکنه. البته اینجا محل زندگی نیست، بیشتر باغ گردشگری تونه تفریحیه. درسته؟ بله درسته. آره بعد چه صفایی داره که یا بیشتر میان اینجا با خانواده؟ ما اصلا هر روز میایم، نه یه مریض میشیم، اصلا کسل میشیم تو خونه هستیم. وقتی میایم اینجا روحیه‌مون باز میشه. احسن. این دار درخت میبینی اصلا روحیه‌مون باز میشه. خیلی اصلا کلا این محله سناردک بهترین محله، مردمانش خوش اخلاق، خوب، مهربون، همشون خوبن، همشون. خیلی خوبه. اینی که به هر حال در کنار هم هستن اینجا میان، ما الان هم جمعیت رو زیاد نکردیم، باز به خاطر همون مسئله این که به هر حال ما رعایت بکنیم بهداشت فردی و اینها رو، به خاطر بیماری کرونا سعی کردیم دیگه به هر حال در احتیاط این کارا رو انجام بدیم. هرچند خوشبختانه شهرستان پیشواد جزء مناطق سفید هستش و به هر حال یه جورایی اینجا کنترل شده است، ولی باز ما سعی کردیم که رعایت بکنیم. آقای تاجیک به همراه همسرشون زحمت کشیدن و این فضا رو آماده کردن.
من دیدم کره بعد از روغن اضافه کردین. مگه روغن نداشت؟ چرا؟ به خاطر اینکه هم برنجش تارم درجه یک این کره خوشمزه‌اش میکنه. بادمجون نرم هست، نرم‌ترش میکنه. بعد اون روغن چی بود که داخلش؟ روغنش هم روغن کرمانشاهی درجه یک. آه، روغن حیوانی. آخه روغن حیوانی حیف با کره که گیاهی بود کره بکنم. دیگه یه جوری باشه دیگه، خوب پذیراییمون کامل کنیم دیگه. دست شما درد نکنه. بعد اول پیازو می‌ریزین سرخ میکنه. بعد از اون بادمجون میریزیم، یه تف میدیم. خب بادمجون که تف خورده شد گوجه رو میریزیم، زردچوبه رو میریزیم، بعد نمک میریزیم و برنج خالی میکنیم تو دیگ. مرحله آخر برنج. بله. یعنی ته آبا به اندازه میریزیم. گوجه کجا قرار میگیره؟ نه اصلا گوجه و اینا همه قاطی میشه باهاش. آها نه، بعد از پیاز گوجه؟ نه، بادمجون میریزیم که بادمجون هم یه تفتی داده بشه، بعد گوجه رو میریزیم. چون گوجه آب میندازه، بادمجون بخیم بریزیم بعدن بادمجون سرخ نمیشه خوب. آها. بادمجون باید یه تفتی بخوره تو دمی که خوشمزه بشه. پس میشه پیاز، بادمجان، گوجه، برنج و بعد هم دیگه دم زردچوبه و نمک و آب به اندازه کافی که نه شفته بشه نه مثلا زن باشه، دمی باشه که جا افتاده باشه. خوردن داره این غذا ها. اینم دمدمای غروب ما اومدیم، حالا داره هر لحظه تاریک‌تر هم میشه. فکر کنم دیگه شام ما مهمون شما هستیم با شما هست. این غذای خوشمزه. دست شما درد نکنه خانم تاجی، که از این که ما رو دعوت کردین. دست شما هم درد نکنه، دست شما درد نکنه. به هر حال این قسمت از برنامه رو خواستیم با غذاهای محلی و بومی اینجا براتون بگیم. هر تن گفتم یا یه نوع غذا رو به هر حال دوستان آماده کردم، چون فرصتمون هم کم بود و در به سرعت این کار انجام شد در کمتر از چند ساعت. خواستیم به هر حال به این طریق گوشه از برنامه رو به این شکل بهتون معرفی بکنیم. محصولاتی هم که اینجا دارین میبینین تمامی از شهر خود پیشوا هست، شهرستان پیشوا هستش و میشه گفت محصولات بسیار درجه یکی هستن که وقتی شما اومدین پیشوا میتونین از اونها میل کنین، تهیه کنین. به هر حال سوغاتی اینجا محسوب میشه، هم طالبی هم بادمجان. تو زراعت دیگه گلخانه های فراوانی داره اینجا و شما این فضاها رو میتونین ببینین. همچنان همراهی کنین ما رو در برنامه همسفر و به هر حال آشنا بشین با جاذبه های دیدنی گردشگری کشورمون. همسفر ما باشین.